در سودان انجمن اصناف که تظاهرات گسترده در آن کشور را برای برکناری عمر بشیر رئیس جمهوری پیشین رهبری کرده بود، از مردم خواسته است با پیوستن به اعتصاب عمومی که از امروز آغاز شده برای برکناری شورای نظامی حاکم وارد عمل شوند. خارتوم پایتخت سودان را روز یکشنبه به شهر ارواح تشبیه کردند. انجمن اصناف میگوید مردم سودان از روز یکشنبه در اقدامی برای نشان دادن نافرمانی مدنی در خانه‌های خود میمانند تا شورای نظامی حاکم قدرت را به غیر نظامیان واگذار کند. به گفته این انجمن، کارکنان فرودگاه خارتوم و خلبان‌های خطوط هواپیمایی سودانی نیز اعتصاب خود را آغاز کردند. مردم سودان باید مقاومت کنند. تنها مردم امید ما هستند که شورای نظامی و ائتلاف احزاب و نیروهای مردمی به راه حلی دست یابند که منافع مردم تضمین شود. انجمن اصناف قبول کرده است ابی احمد نخست وزیر اتیوپی برای از سرگیری گفتگوها با شورای نظامی میانجیگری کند، اما خواستار تحقیقات مستقلی درباره رفتار خشونت آمیز شورای نظامی با مردم پس از برکناری بشیر شده است. همه ما امیدواریم گفتگوها به حاکمیت غیر نظامیان بیانجامد، اما نیروهای نظامی نمیخواهند مردم آزادی بیان داشته باشند. نافرمانی مدنی از روز یکشنبه در اعتراض به اقدام خشونتبار نظامیان در متفرق کردن تجمعات مسالمت‌آمیز مردمی آغاز شده است. بیش از 100 نفر در کمتر از یک هفته کشته شدند. در همین حال آسوشیتد پرس به نقل از منابع اپوزیسیون گفت دو نفر از رهبران معترضان روز شنبه پس از ملاقات با ابی احمد نخست وزیر اتیوپی بازداشت شدند.